درون بچه حالتون چطوره؟ آقا خوب باشین. یک روز بسیار بسیار گرم توی مشهد. کولر وی هایکل رو بزنم روشن کنم، این کولرش خیلی قویه. آقا برعکس دیروز خیلی امروز خوبم، مودم بالای بالا. یه خبر خیلی خوب میخوام بهتون بدم که خودم از صمیم قلب خوشحال شدم توی دقیقه 90 و ثانیه 90 اتفاق افتاد. نمیخوام توی ماشین در حین رانندگی بدم، برای همین بزن یه جایی برسم، توی ویدئوهای بعدی بهتون میگم. پس ویدئوهای بعدی رو نگاه کنین، زیادم لفتش نمیدم که خونجی گر بشین. 4-5 ویدئوی دیگه بهتون میگم که داستان چیه. بچه دوباره آمدم همون پمپ بنزین دیروز و خدمتتون عرض کنم که ببینید دیگه بدبخت به ته رسیده، یعنی به قهقرار رسیده. الان هست که چراغش روشن بشه بریم با دل سیر یک بنزین مازادی بزنیم، قشنگ اندوخته سوخت مملکت رو خالی کنیم تا ببینیم چی میشه. این پمپ بنزینی که توی میدون استقلال مشهد هست بچه، خوبیش اینه که تمام جایگاهاش همطور که مثلا میبینی یه دونه کارت سوخت آویزون هست. برای ما که کارت سوخت نداریم بهترین موقعیته، چون بعضی از پمپ بنزین ها مثلا یه دونه کارت سوخت طرف داره، همچنین چرخشی میده به ماشینه مختلف. ولی اینجا دیگه داشتم به این فهم میگم کارت سوخت را کش برم، این داداشمون داره خیلی جدی نگاه میکنه. یک بنزین شکمپوری بزنیم و ای جانم چقدر پر بودن خوبه، یعنی آدم همه چیش سفت باشه پر باشه چقدر خوبه. فکر کنم بچه امروز از روزهای منشوری باشه، به این خاطر که بسیار 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 برخلاف دیروز که بسیار 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 دیروز عصبانی بودم، امروز شکر خدا بسیار بسیار بسیار، دوباره تاکید میکنم، بسیار 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 حالا خوبه. حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون. آقا میخوام برم مرکز خروسگای مشهد به مناسبت حلول سال نو براتون از اونجا ویدیو بگیرم. بریم به سمت باغ وحش مشهد. یه لحظه لیوانو اونجا براشم چایی بریزم، فلاسکم پره تخمم هم پره و یک لحظه به این لیوانه نگاه کردم، یعنی ببخشید آدم توی چای بخوره حامله میشه، یعنی اینجوری کثیفا، یعنی نه اینکه از اون چیزا توش ریخته باشه ولی همه چیز توش ریخت. حالا به هم خورد. خدمتتون عرض کنم که یه جا وایسم آب که نیست بشورم، با این دستمال صورت زنا بشورم. جان سیس LCD ضبط هم نگاه کنیم با اون دستمال مرطوبه یه رنگه. و هیچ وقت فکر نمی‌کردم بچه‌ها روز آخر سالم انقدر روز خوبی بشه و خبر خوبی بهم برسه که بی‌نهایت مدیون این دوست عزیزمون هستم که حالا یکم خونجیگرتون میکنم ولی اعلام میکنم داستان چیه. خلاصه اینکه آقا ما اگه الان چای خوردیم 9 ماه دیگه حامله شدیم شکم اومد بالا، تعجب نکنید. لیوانه شدیدن کثیفه، حالش هم ندارم با اون دستماله تمیزش کنم به خاطر که بوی زن میده، بوی صورت زن میده، خوشم نمیاد. یه چیز خوب، من دیشب رفتم اینا رو همه رو شستم، یعنی همه این دستمال مسمالا رو همه رو انداختم توی لباسشویی شستم و همه شون نم داره مرطوبه. یه بار بیشتر شیشه رو پاک نکردم، اونقدر خاک پاک نداره. پس بذارین این لیوانه رو با همین دستماله تمیز کنم توی ویدئوی بعدی بفترر رو بهتون نشون بدم. این الان بفترره، این هم الان افترره، یعنی قشنگ دست به فرمونم حتی رانندگی نمی کنم. این الان افترره و با این دستمال تمیز کردم. یکی دو بارم شیشه ها رو بیشتر باش تمیز نکردم، یعنی حالا بهتر از خطر حامله شدن، احتمالش کمتر، نهایتا ویروس میگیریم میمیریم، بهتر از اینکه توی سن دو سال شکمون بیاد بالا. آقا برسم پارک جنگلی وکیل آباد پیاده بشم، این خبر خوب بهتون بگم. بچه اینجا انتهای بولار وکیل آباد هست، قطار شهری مشهد. خب این روبرو این پارکی که داریم میبینین و در کل این باقی که داریم میبینین باغ وکیل آباد مشهد هست که قبلا کوهستان پارک شهربازی مشهد هم اینجا بود. وای 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 فرعی رو رد کردم، باز باید گردش کنم. چقدر شما حواس آدم پرت میکنین. بعد برم اینجا کرسگم، نگاه چجوری داره میاد. آقا رد میکنم دوباره، بذاریم برسم براتون ویدیو میگیرم. خب بچه این سری راه گم نکردم، قطار شهری مشهد اون ایستگاه پایین هست،
شما یه چند تا پیچ و در پیچ رو باید بپیچین بیاین برسین به اینجا. خب این پارک جنگلی خدمتون عرض کنم که کوهستان پارک هست و بریم تا من پیاده شم و صحبت کنیم با خرار رو نگاه کن همینجوری چی میگن پلاک 12 بس. بچه های تهران قشنگ بیفرنگین. بچه ها وارد منطقه پارک وکیل‌آباد شدم، خیلی شلوغه به این خاطر که دیگه زوارام دیگه الان ریختن و دیگه مشهد پر از آدمه. همین جاها یه جایی همجوری کون به کون این ماشینا وایسم پیاده شم و براتون محتوا بگیرم. بچه ها ماشین رو پارک کردم، احتمال همبرجر ثقیل هم ممکنه باشه به این خاطر که پارکینگ اونجاست، اون روبرو باغ وحشه و اول بریم توی این پارک. من یه جایی با خیال راحت بشینم این خبر خوب رو خدمتون عرض کنم تا ببینیم چی میشه. ببخشید برای صدای نوتیفیکیشن ها. اینجا بچه ها این طرف پارک وکیل‌آباد هست کلن که جز اراضی حاج ملک هست، اون طرف هم که باغ وحشه. اول بریم توی این پارک، من خبر خوب به شما بدم تا بعدش. اینقدر بچه ها هوا خوبه، زمین خوبه، آدم ها خوبن به خاطر اینکه حال من خوبه. خب و خدمت رو عرض کنم که خیلی همه چی باحاله. دارم توی این پارک راه میرم برای خودم. یه کلاه قدیمی داشتم بچه مارک آمریکا داشت، اونو کندم روی این زدم، احساس کردم استایلش بهتره. آمریکایی هم چون اینجا منطقه گرم سیره. آقا ویلکم، بذار خبر خوب بدم، بذار تو ویدیو بعدی. اینجا رودخونه خیلی عجیب خشکه. آها آها این بالا بچه ها سده بند گلستانه و بند رو بستن الان، به خاطر همین هستش که خشکه. خدمت با سعادتون عرض کنم که این باغ، باغ ملک بهش میگن یا باغ وکیل‌آباد مشهد، از اراضی موقفه حاج ملک، یکی از خرمایه‌دارای قدیم مشهد که کلی ملک و زمین و اینا داشت و دیگه حالا اینجا رو اومد وقف کرد و اینا اومدن تبدیل به پارک جنگلی کردن. این هم از اون جایی هستش که ما مشهدیا خیلی باش خاطره داریم. بچه ها من امشب دارم راه میافتم سمت کوهستان، سمت کرات نادر و تقریبا یک هفته ای احتمالا ممکنه اصلا از آنتن و اینترنت و اینا کلن به دور باشم. خیلی ناراحتم به این خاطر که نمیتونم عکس و ویدیو بذارم چون منطقه بین کلات و دریگست خیلی سخت از بابت آنتن و اینترنت. حالا تکل خدا ببین چی میشه. خب بچه این باغ ملک، این کاوه آهنگر ضحاک کشه. خدمت رو عرض کنم که قبلا اینجا حالا ملک این حاج ملک بوده. این ساختمونه هم که داریم میبینیم ساختمون قدیمیه، یعنی مال اون زمان هاست که حالا مثلا خونه سکونتگاه خود حاجی بوده اینجا و اینا. اینا رو که دقیقا نمیدونم، اگر اومدیم مشهد بیاین حتما یه سر به پارک جنگلی وکیل‌آباد بزنین. روبروش هم باغ وحشه که در ادامه مثل اون نمایشگاه حیواناتی که توی کاروانسرای نیشابور بود اینجا هم هست که اینا رو نمیرم به این خاطر که خودتون برید. یک ملک دیگه هم اینجا هست، بریم شکل حاج ملک رو بهتون نشون بدم. بلبلا میخونن، یعنی اصلا روز روز خفنیه بچه ها. ای جانم، مجسمه مرحوم حاج حسین آقا ملک. ای جانم بابت این نبوده، بابت بلبلایی که دارن بلن بلن میخونن اینه. به نظرتون مقبوله بچه ها؟ نه مقبول نیست، خیلی چروکه. خب اینجا هم آقا یه دونه چیزه، یه دونه حالت دایو مانند و یه دونه استخره. اون موقع تا حالا حاج ملک با زید میدا، چون ملک ملک اختصاصیه دیگه، دور تا دور قشون حتما حواسشون بوده دیگه. حاج ملک با حاج خانم ماچ خانم ها اون موقع هم که دیدین دیگه همه سفید و توپل و کنگنده و از این تیپ و استایلا بودن. احتمالا دو نفری از اون بالا خودشون میدنخن پایین.
این آپارتمان ها بچه همه تازه زده شده، اون ملک پشت رو کلن سپاه اومده تصرف کرده، یه پادگان خیلی بزرگ سپاه الان همین آخر بولار وکیل آباده که مستقیم تا پشت بند گلستان میره. فقط آوردم این دایو رو بهتون نشون بدم و بعدم بریم سمت باغوش، به این خاطر که بعد برم خونه کلی وسیله مسیله جمع جور کنم که یک پروژه پیاده روی پیش رو داریم. بچه ها خبر خوب رو بدم، زیادم لفتش ندم. آقا من برای پیاده روی مسیر کلات به درگه از اسپانسر پیدا کردم. یکی از بچه ها امیر وی یوتیوب اسم اکانت و پیج و چنلشه، از بچه هایی هستش که من بین تمام حرفایم که میزنم روی این حساب نیستش که حالا چون میخواد اسپانسر بشه اینا بخوام پاچه خوری بکنم، اصلا این چیزا نیستش. ببین من یک شخصیت امیر رو دوست دارم، این هستش که آدمی که دستش به دهنش میرسه، مهندس، معمار، ساختمونساز، توی کار ترمیم و ایناست و آدمی نیستش که به خاطر پول و خاطر گشنگی بخواد فعالیت بکنه. من یکی از علتهای اصلی که روال موفقیتم توی یوتیوب رو دارم میبینم این هستش که از چیزهایی که امیر میگه استفاده میکنم. حالا بذارین یک ویدیو بعد این بذارم حدود 30 ثانیه لایوی که چند وقت پیش من با امیر داشتم و بعد یه سری نکته هایی رو گفت که توی رشد چنلم خیلی تأثیر داشت. این 30 ثانیه رو ببینیم. من آپلود میکردم و اصلا نتیجه خوبی اون ساعت نداشت، اما این ویدیو رو که ازت دیدم و گفتیم بری توی آودینس اون رنگ ها رو نگاه کنیم و ببینین اون پیک توی چه لحظه ایه، حقیقا میشه گفتش که حداقل 3-4 برابر شد، حداقل 3-4 برابر شد. بله همین زمانی که 4 برابر شد. من اصلا شورت نمیذارم، فقط نه فقط لانگ میذارم. خدمت رو عرض کنم که آره داستان اینجوری، بذارین رو صندلی بشینم، خیلی ذوق دارم. من دیشب به امیر پیام دادم، همینشون ناخودآگاه یه چیزی اومد من گفتش پیام بدیم، بچه خوبیه دیگه، منطقیه، میشه باش صحبت کرد. پیام دادم گفتم امیر من اینجوریه، یوتیوب رو به این خاطر شروع کردم که دوست داشتم هزینه سفرام در بیاد و الانم شرکتی که MCN که باش کار میکنم دیروز بهم پیام داد که پرداخت ماه فوریه که معمولا 10 تا 15 باید انجام میشد موکول شده به هفته آخر فروردین و خیلی من شوکه کردی ها، چون حساب کتاب کرده بودم و بهش گفتم آره من میخوام مسیر پیاده برم اما شرایطش رو ندارم، شرایط مالیش رو ندارم. گفتم بیا تو اون هزینه زیادی هم نمیشه، گفتم تو متقبل شو به عنوان اسپانسر من پیاده روی رو برم، در قبالش تو رو بچه ها معرفی میکنم مثلا به عنوان اسپانسر. و میدونی چی جوریه، بعضی وقتا آدم مثلا یه نفر اسپانسرش میشه، یارو مثلا کارخونه داره، مایه داره، از این آدمای بخش خرچوس میمونه که آدم با رضایت کامل دوست نداره دماش تبلیغ بکنه، یا یه بزینسی داره غیر مرتبطه. مثلا من قبلا یه بنده خدا بهم پیشنهاد داده که رضا من توتون قلیون از دبی وارد میکنم بیا اسپانسر میشم، هر جور فکرشو کردم میگم نه، با اون روح سازگار، با اون روح پیاده روی سازگار نیست، نه اینکه خودم پیغمبر زاده باشم اما برحال حال نکردم، طرفم آدم لمش دیده میشد. ولی این پسر امیر آدم باحالیه، هر کی از دور ببینه میگه بابا این چهال آدم با کلاسیه، شاید بخواد چوسی موسی اینا بیاد خودش رو بگیره، دست باید که لایو وقتی باش صحبت میکنی خاکی باحال خیلی، بعدم آدمی که دستش به دهنش میرسه، آدم با فرنگ و با کلاسیه و از همه مهمتر یک دوره‌ای داره نقشه راه یوتیوب که من استارت موفقیت تو یوتیوبم رو از اون زدم. خیلی بچه‌ها گفتن علیرضا یوتیوب رو چجوری شروع کنیم، بهمون کمک بکنون. این همه دوره و پکیج و شروور الان توی بازار هست که خیلی‌هاشون میان دوره‌های آدمای انگلیسی رو میان کپی میکنن رو اون اسکی میرن، اما این دوره راهی که این دوستمون تهیه کرده هم خیلی پکیج حرفه‌ایه، هم قیمتش قیمت زیادی نیست، همین که از همون اول بهتون یاد میده اصلا چجوری، حتی بهتون یاد میده چجوری شما بیاید جیمیل بزنین، چجوری چنل بزنین و تا آخرش هست. و یه چیزی که خیلی برای من اهمیت داره اون قضیه ساپورت و پشتیبانیه، یعنی خیلی هستن پکیجر رو که میفروشن خدافظ، پولا رو گرفتن دیگه نه جواب میدن نه هیچی، ولی
امیر یه تیم پشتیبانی داره و تا آخر باهاتونه، یعنی اگه برید توی کانال ببینید رضایت مشتری ها و اینا دیگه، اگر منو قبول دارین و میدونین آدمی نیستم که بخوام برای چندر قاضی حرف کسی برم، پس حرفم قبول کنین، قبول کنین. آدمی هستش که بین همه کسایی که یوتیوب دارن تدریس میکنن سر و یعنی چیجوری بهشون میگن سرش به ترش میارزه، اینجوری بهتون بگم. و اگر میخواین یوتیوب رو یاد بگیرین، چون من خودم این مسیر رو رفتم، بیاین همین مسیری که امیر میره این نقشه راه رو تهیه کنید، حالم بهتون میده. یعنی حتی اگه بگین آقا من پول پکیج، پولی هم نیست، فقط یکی دو تا وانه دارم چقدره، خیلی پکیج نزدیک 15 ساعته، یعنی خیلی مفصله. حتی اگه پیام بدین امیر من الان دستم خالیه فلان موقع پولتو میدم و اینا، بچه نیست نه بگه، یعنی آدم واحالیه، مشتیه. خواستم این خبر بهتون بدم که امیر قرار شد که توی این مسیر کمکم کنه. ببین وقتی میام میگم که طرف از اول تا آخر باهاتونه، من اومدم گفتم امیر من برنامه‌ریزی کرده بودم برای درآمد ماه فوریه برای پیاده روی، افتاده یک ماه دیرتر. گفت مشکل داره، من کمکت میکنم پیاده روی تو برو. یعنی این تیپ آدمیه دیگه، بفهمین منظورم چیه. برای همین خواستم خبر خوب بهتون بدم که خوشبختانه میتونم پیاده روی رو انجام بدم. الان باید برم خونه وسایل جمع کنم، امشب برم سمت کلات و حداقل شاید یه هفته توی آنتن اینترنت نباشم، چون میخوام وسیل کوهستان برم، اونجا میتره دستر نیست، و برگردم با کلی محتوای باحال در خدمتتون هستم. این از این موضوع و دیگه نمیخوام زیاد زرت و پرت کنم، نزدیک 4 دقیقه شد، بریم باغ وحش. خب بچه ها از پارک به وکیل‌آباد خدافظی کنیم و بریم به سمت باغ وحش مشهد. احتمالاً این آخرین ویلایی که خواهد بود که توی سال جدید براتون میگیرم، تقریباً یک 5 روزی 6 روزی احتمالاً از من خبری نخواهید داشت، به این خاطر که میرم سمت کلات، سمت کوهستان، و اونجا از اینترنت و آنتن و اینا به اون صورت خبری نخواهد بود. حالا بریم تحکل به خدا این چی میشه. بچه ها بهتون گفتم که مشهد شهر المان هاست و شب عید که میشه خیلی المان زیاد. این دوچرخه شاید من الان وایستم تا اونجاش باشم، یعنی قدش بمکنم 4 متر باشه، و یه المانی هستش که چند سال پیش اومدن توی مشهد توی که از میدونه اصلی زدن، ولی دیگه چون دموده شد آوردن اینجا وصلش کردن. دیگه چون فصل زوار هستش و زوارا دارن میان، دیگه این بچه های پارکبان هم دیگه توی این مدت خیلی قرار هست سرشون شلوغ باشه، و از پلا بریم بالا، اون روبرو باغوش هستش و دیگه بریم باغوش هم بهتون نشون بدم. بند گلستان هم متاسفانه بسته است و رودخونه بدون آب. اسبا و شترا و اینا هم دیگه این روزا خیلی دارن فعال میشن، به این خاطر که زوار و زائر و اینا قرار هست زیاد بیاد، و اینم به حال یک ممر کسب درآمده. حالا آقایون یکم با دل چیز سوار میشن، ولی خانمای مقداری با ترس و لرز سوار میشن که تازه باید بهشون حق هم داد. بچه یه کاری برای من پیش اومده، بعد سریع برگردم خونه و متاسفانه نمیتونم تایم بذارم برم داخل باغ وحش. من قبلا چند تا یک سری ویدیو تو اینستاگرام از باغ وحش تهیه کردم، اگر اجازه بدین منت رو سرم بذارین و قبول بکنید این رو، من خدمت رو عرض کنم که اون ویدیوها رو براتون بذارم تا باغ وحش مشهد رو اونجا ببینید. ماشاءالله عجب بازار مکاره ای هم راه افتاده، اسب شقرق و باحالی هم هست. این چقدر این شقرق و باحال نیست، چقدر کوچولوه، از این پونی هایی که بچه ها باشون عکس و فیلم میگیره. خب بچه ها با عزتون من برم ویدیوهای قبلی رو دانلود کنم، میدونم که درک میکنین شرایط رو، و بریم ویدیوهای باغ وحش رو شاید توی ویدیو دوم امشب ببینید. شاید هم ببخشید خیلی صدای باد میاد، شاید هم برای وقتتون ارزش بیشتر قائل بشم و یک ویدیوه بودن 40 دقیقه مثل دیشب براتون بچسبونم به همون بذارم. دمتون گرم. ای جانم این هاپوها رو ببینی،
یه دونه سگ جرمن هم بودش اینجا نشسته. این هم سگ جرمنمون. اینجا چون پارکینگه این بنده خدا سگاش آورده این آخر توی قصد پسو گذاشته. سگ باحالیه و بریم آقا.